سلام عرض درود خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مسلم حسینی‌زاده هستم از انگلیش کم و در خدمت شما هستم با اولین قسمت از مکالمات ضروری انگلیسی. قطعا یادگیری واژگان، عبارات و گرامر توی مکالمات و توی کانتکست خیلی خیلی به شما کمک میکنه که فراموشی اون کلمه و عبارت یا اون گرامر به صفر برسه. پس من تصمیم گرفتم یک سری مکالمات ضروری رو براتون آماده کنم و از این به بعد به صورت هفتگی یک بار براتون ارائه بدم. این درس ها شامل سه بخش هست: ارائه، آزمون و کلمات جدید. دوستانی که اولین بار این ویدیو رو میبینید، لایک و سابسکرایب یادتون نره. بدون اتلاف وقت میرم که مکالمه رو شروع کنم. عزیزان، من تمام این موارد رو توی توضیحاتم بیان میکنم و در انتها هم یک بخشی داریم که اون کلمات جدید رو بررسی میکنیم، پس نگران نباشید. خب، قسمت اول گفته excuse me. بچه excuse me رو من کی بیان میکنم؟ زمانی که فی الواقع شما کار اشتباهی نکردی و میخوای به طرف مقابل بفهمونید، بیا جلب توجه کنی. مثلا بگیم excuse me, what time is it؟ ببخشید ساعت چنده؟ توی فارسی هم ما داریم excuse me. پس ببخشید are you American؟ بچه American چیه؟ nationality هست، یعنی چیه؟ ملیت هست. پس شخص A گفته are you American؟ آیا تو آمریکایی هستی؟ که شخص B گفته no و شخص A گفته do you speak English؟ فعل speak رو داریم، speak به معنای صحبت کردن یا حرف زدن هست. اوکی؟ پس do you speak English؟ پس آیا تو انگلیسی صحبت میکنی؟ گفته B گفته a little یعنی یه کمی، یه خورده، but not very well، اما نه خیلی خوب. پس a little یعنی یه کمی، but not very well، اما نه خیلی خوب. گفته how long؟ بچه هر جایی how long رو شما دیدین دقت کنید که how long میخواد درباره چی بپرسه؟ درباره مدت زمان میخواد بپرسه، یعنی تأکیدی که داره روی مدت زمان هست. و ببینید چه زمانی هست. how long have you been here؟ بچه حالت سوم am و is و are توی زمان حال کامل، این زمان یعنی how long have you been here، زمان حال کامل هست و توی اون حالت سوم am و is are که میشه been را استفاده کرده. how long have you been here؟ چه مدته که اینجا هستی؟ و گفته about 2 months. بچه about رو قبلا هم داشتیم، اما about اگر قبل از یک عدد بیاد یعنی حدوده. about 2 months. month هم به معنی ماه هست که اینجا جمع بسته شده. about 2 months یعنی حدود 2 ماه. که این گفته What do you do for work؟ بچه این عبارت و این سال خیلی کاربردیه. میگه برای کار چه کار میکنی؟ یعنی در زمینه کار چه کار میکنی؟ پس what do you do؟ چه کار میکنی؟ for work، برای کار. گفته I'm a student. من دانش آموز هستم. how about you؟ تو چطور؟ پس بچه how about you رو که آورد یعنی میخواد همون سوال رو باز از طرف بپرسه، یعنی سوال من چی بوده؟ what do you do for work؟ و اینجا میگه how about you؟ تو چطور؟ گفته I'm a student too. و این too به معنای همچنین هست. پس الان عبارات و مکالمات رو یاد گرفتیم، نکاتش رو یاد گرفتیم، حالا میریم بخش آزمون. دوستان عزیز، شما 60 ثانیه وقت دارید و توی این 60 ثانیه این جاهایی رو که کامل نیست، یعنی ناقص هست، یعنی جا خالی ها رو پرشون کنید. 6 تا نمره داره، یعنی 6 نمره داره. ببینم شما چند نمره میگیریم. بریم که با هم شروع کنیم.
خب دوستان عزیز، وقت شما تمام شد. حالا بریم جواب هایی که دادین رو توی بخش کویز تایم بررسی کنیم. خب excuse me are you، خب جواب صحیح American هست. excuse me are you American، ببخشید شما آمریکایی هستین، گفته no. و B توی قسمت A این قسمت گفته do you، فعلی که اینجا استفاده میشه do you speak English، آیا شما انگلیسی صحبت میکنید، که B میگه a little یه کمی، but not very well، اما نه خیلی خوب. How long have you been here؟ گفتم که وقتی how long رو استفاده میکنم برای مدت زمان هست. How long have you been here؟ چه مدت زمانی که اینجا هستید؟ گفته about 2 months، حول هوشه یا حدود 2 ماه. جمله بعدی what do you do for، که گزینه سری work هست. What do you do for work؟ برای کار چه کار میکنی؟ I'm a student، من یه دانش آموزم. که در جواب باید بپرسید سوالش میشه how about you، تو چطور؟ که میگه I'm a student too. خب 1, 2, 3, 4, 5 و 6، اگر که نمره کامل رو گرفتین، نمره شما 6 از 6 هست، و توی قسمت کامنت ها بنویسید که نمرتون چنده. خب در قسمت انتها که new words and phrases هست، بریم که ببینیم چه عباراتی رو یاد گرفتیم. excuse me به معنی ببخشید، کلمه دوم a little، عبارت بعدی a little هست به معنی یه خورده یه کمی، عبارت سوم not very well، نه خیلی خوب، چهارم how long have you been here، how long have you been here، یعنی چه مدت زمانه که اینجا هستی، و عبارت آخر what do you do for work، what do you do for work، یعنی برای کار چه کار میکنی. خب امیدوارم که این درس خیلی براتون مفید بوده باشه. عزیزان لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستون دارم، بدرود.